سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همراه در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک پیش از اعلام برنامه اعلام تاریخ برنامه اشاره کنم که کمی مجددا شربختانه محتملا مبتلا به آنفلانزا های جدید با سویه های تازه تر هستیم یکم بیهسی و حال ناخوشی در من پدیدار شده از این بابت پیش پیش از میکنم زمین که محتملا من در برنامه فردا شب سه شنبه امکان تولید برنامه رو نداشته باشم و همکاران من تدبیری تازه خواهند کرد یا احتمالا از باز پخشن برنامه استفاده خواهد شد. ادا یا حالا بردمه امشب دوشنبه ششم آذر ماه ایرانی برابر با 27 نوامبر 2023 میلادی رو نگاه میکنیم به روال بسیاری از دوشنبه شب که ترکیبی است از نگاهی کتاب روزنامه شنبه یک شنبه و بعضا هم دوشنبه و تازه های از ایران منطقه و جهان خب در طول پوزش میخوام روزهایی که حضور نداشتیم دوباره از سینمای در واقع از آسمان هنر ایران در حوزه سینما عزیزی دیگری سفر کرد و بسیاری از روزنامه های روز یک شنبه تلاش داشتند که به پاس داشته هنر آفرینی های این بانوی هنر که از غذا در نقش هایی که بازی کرده بود واژه بانو مزین شده بود به آن پرداخته بودند و خانم یاد بیتا فرهی بعد بله. محشید به هامون پیوست عنوان گزارش یک روزنامه همیهن بوده که به نقش آفرینی خانم بیتا فرهی در فیلم هامون اشاره کرده بود مرگ محشید هامون عنوان گزارش اعتماد بوده به همین زمینه و مزمون پرداخته بود و اشاره داشت که خانم فرهی بعد از انقلاب با نقش آفرینی در فیلم هامون ساخته داریوش مهجویی فصل جدیدی از حضور زن در سینمای ایران رو رقم زده بود ودا با بانو عنوان اصلی نیم صفحه روزنامه سازندگی بوده که به پاس داشت و تکریم این هنرمند تازه در گذشته پرداخته بود اما هفته صبح رو میبینم که در گزارش تحت عنوان سفر به خیر خانم فرحی عزیز خیلی صمیمی و ساده سکانسی از فیلمی رو شون در سفر به هامون بازی کرده بود با زنده یاد خسرو شکیبایی رو نشان داده بود که اتفاقا دیدم این ویدئو در شهر شبکه ها هم بسیار منتشر شده بود هم رسانی شده بود البته خب خانم فرهی مظهر یک بانوی هنرمند با وقار ایرانی بوده خیلی متفاوت از سایر در واقع بازیگران حوزه سینماست البته همه عزیزند ایشان خب به هر صورت ویژگی بسیار والایی داشته شرق رو هم میبینم که در گزارشی با انتشار تصویری از این هنرمند تازه در گذشته تحت عنوان بانو در گذشت از پایان بیتا فرهی در چهلمین روز از مرگ داریوش مهرجویی گفته بود و این تصادف را هم قابل توجه برشمرده بود در هر روی همون گونه که میبینید روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودند حالا در اشل‌های کوچکتر اما روزنامه هایی که جنس و سنخشون به اصولگرایان نزدیکه حتی به تلویزیون ایران نزدیک مثل جامه جمع هیچ اشاره ای به درگذشته ایشان نکرده بود روزنامه خراسان خیلی کوچک و کوتاه روزنامه فرهیختگان هیچ اشاره نکرده بود و همینطور روزنامه ایران تریبون دولت یا کیهان که بر صورت انتظار هم میرفت که اینها که اساسا با جنس هنر در معاضدت و معارضت هستند چه رسد به اینکه آن هنرمند از دایره بانوان ایرانی باشد اینها در تلاشند که بسان تعذیه سابق مردان رو زن پوش کنند و به جای زنان هنرمند به صحنه بکشانند تا مبادا اون نظام ذهنیشان که زن در پس پشت پستوی خانه باشد به میدان بیاید و جنبشی راهاندازی بشود به نام زن زندگی آزادی از لحظه لحظه حضور زنان این پیکره عظیم جامعه ایرانی همه رسانه های دسترسی مستر و مستربند خب خبرها و نظرها رو دنبال یاد و نام ایشون رو گرامی میدارم و واقعا تاکید میکنم که بسیار تلخه کشوری که هنرمندان مثل آقای مهرجویی اون شیوه کشته بشه مشخصا آقای زندگیات خسرو شکیبایی ها از تاریخ معاصر سینمای ایران سفر کردند خانم بیتا فرهین ها نسلی که فیلم ها رو از در واقع نقشافرینی های این عزیزان در ذهن خیش دارند قطعا نوستالژی دارند و ارادتشون بیشمار هست خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب مسئله غزه و آزادی گروگانهای های دو طرف بر صدر خیلی از روزنامه ها بوده همه روزنامه های دست راستی بسیار تلاش داشتن اینگونه القا کنن که اصلا مقاومت پیروز شده بوده دیگه همه چی تموم شده که خیلی حاوی مطلب تازه نیست و من نمیخوام به این موضوع بپردازم فقط کوتاه میبینیم مثل همشهری روزنامه زاکانی رو که تحت عنوان اسیری که کابوس اسرائیل شد از نقش یحیا سنوار و دیگر رهبران حماس اشاره میکرد هر این همه یک گروه تبهکار جانی بودن که زندان شده بودن در هر صورت روزنامه شهروند رو هم میدیدیم که در گزارشی تحت عنوان تا آزادیش را نبینم باور نمیکنم به نحوی از آنها تلاش داشت که اصل آزاد شدن گروگان های فلسطینی از سوی اسرائیل رو زیر سوال ببره و یا به تعبیری سخت سریه دولت اسرائیل رو نشان بدهد که من مثلا مردم ناحیه غزه بسیار بدبینند که مگر میتوان این میزان گروگان آزاد شود بدین روی بوده که سعی میکردن صحنه هایی از شادیشون من دیدم تو تلویزیون هم گذشته بودن شادی هاشون رو نشون بدن اصلا گفتن که مقاومت پیروز شده روزنامه ایران هم شما میبینید صهیونیست ها تسلیم اراده مقاومت شدن و یا در جای دیگه به سرنوشت آقای نتانیاهو اشاره میکرد در گزارشی تحت عنوان نتانیاهو اولین قربانی پس از آتش بس البته خیلی از گروه های اصولگرا دل خوش کردند که به علت تنش های در اون ساختاری در سامانه سیاسی سی کشور اسرائیل احتمالا بعد از این حفره امنیتی ایجاد شده در شب 7 اکتبر خود آقای نتانیاهو هم زندگی سیاسیش ای سی یه تعیین تکلیف بشه و در یک دست جدید بیفتد کیهان هم با همین زمینه و مضمون شما میبینید به تعبیر اینها پیش بینی شبکه تلویزیونی الجزیره جنگ غزه می آغاز پایان باشد اما نه برای فلسطین آغاز پایان باشد به معنای کلمه که یعنی مثل برای اسرائیل دیگه تمامه خب اینو دیگه بیشتر خانش های آرمانگرایانه و خودخواهانه هست یعنی کیهان خودش خوب میدونه که تا همین جای کار هم اصلا از هماس نشانی باقی نخواهد ماند چه رسد به اینکه این بخواد آغاز برای پایان کشور اسرائیل باشه این روزنامه تحت امر آیت الله علی خامنه ای رو میبینیم که صحنه های شادی برخی از شهروندان فلسطینی رو نشان میدهد یا حتی لبنان رو هم دیده بودم نشان داده بودن که به نحوی از آنها شادی میکردن و خود رو پیروز میدان نبرده اخیر میدانستند گفتم در تحلیل های زیادی که فارغ از نوع پروپاگاندی که رسانه های دست, دست می طبعا به لحاظ عناصر میدانی جنگ آن چیزی که بوده اراده اسرائیل بوده که تحمیل شده و تمام اروپا و کشورهای تراز اول جهان از آقای نتانیاهو تقاضا کردن که مثلا دقیقه وقفه ای همون چیزی که گفتم حالا اینها خیلی تلاش دارن من دیدم اتفاقا توی خبرگزاری هاشون بسیار کوشیدن که بگن سیاست ورزی های جمهوری اسلامی و سفرهای آقای امیر عبداللهیان بوده که مثلا این مسیر رو به نتیجه رسونده و خبرها و نظرها رو دنبال میکنه با دیگر مطالب منتخب بحث هجاببانان بانان کماکان مطرح هستش روزنامه اعتماد روزی یک شنبه یه مطالبی رو منتشر کرده بود که خب پیشتر خبردار شدید من اشاره کرده بودم که آقای وزیر کشور گفت اصلا ما خبر نداریم هجاببان بان ماجراش چی اصل ماجرا خب خود آقای زاکانی با تخصیص یک اعتبار ای برخی از بانوان و آقایون رو البته به مرکز عمومی مثل مترو کشنده بود مای دوازده میلیون حقوق میداد به عنوان هجاب بان که تذکر بدن که بحث قتل خانم آرمیتا گراوند مقطعی اون رو متوقف کرد مجدد این موضوع جان گرفته آقای وحیدی وزیر کشور گفته بود اصلا ما که خبر نداریم و چون این چیزی هم نداریم مجوز نداریم بعد چند روز بعدش گفته که نه اساسا این یک تذکر لسانی است و نیاز به مجوز نمیخواد اما اعتماد اعتمادی گزارش منتشر کرده بود که بسیار تکان دهنده بود و سنگین بود الان هم میخوان تعطیلش تذکر داده بودن پشت پروژه هجابانها ها عنوان گزارش روزنامه اعتماد دیروز بوده که در واقع تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور ایران رو که در تاریخ نه خرداد منتشر بود حتی دارای مهر خیلی محرمانه بود و اون برباز داشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود و منتشر کرد خب طبیعتا این موضوع بی تاوان نمیماند الان گزارش اومده که میخوان روزنامه رو تعطیل کنند روز... از سوی دادستانی در هر صورت در گزارش روز یک شنبه این روزنامه که بخش از اظهارات مکتوب آقای وزیر کشور بوده حتی به نقل از آقای احمد وحیدی اشاره شده بود که عکس برداری و تهیه مستندات از زنانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرپیچی می کنند در مراکز مختلف و از جمله در همه بخش‌های مترو و حتی داخل واگن باید در دستور کار زابتین قرار بگیرد میگویم که جنایت میکنن قدرت و شهامت پذیرش مسئولیت رو ندارن درست کاری که آقای خامنه‌ای میکنه چجوری پشت هم ماسه خالی کرده چجوری این 700 خورده انسان رو کشتن 1500 رو در آبان 98 در این یک پذیرش مسئولیت الان آقای وحیدی هم به همین خط افتاده علی رقمی که نامه خیلی محرمانه ایشون منتشر شده گفت بگیرید نه فقط تو مترو نه فقط تو قطار تو داخل واگن ها کاری که با, با, خانم آرمیتا گرامن کرده بودن در داخل واگن ها که کمرا هم نیست بگیرید تذکر لسانی بدید منجر به مرگم شده مهم نیست عکس برداری فیلم برداری هم بکنید دستور خود وزیر کشور وزیر کشور یک مملکت پای به چه وادی هایی میگذرد کشوری که حوزه معاونت عمرانی داره در آستانه انتخابات هستن حوزه سیاسی داره انفورماتیک داره بنا داره یک وزارتخانه بسیار بزرگ و کلیدی و بخشنامه خیلی محرمانه میکنه برای حجاب ها که زنان در جامعه رو بپایید یا ازشون عکس بگیرید یا فیلم بگیرید و پرونده بسازید دیگه اوج رسوایی یک نظام ناکارآمد هستش در هر روی انتشار این سند همون گونه که گفتم در حالی صورت گرفت که خب وزیر کشور ایران در مورد حضور حجابان ها در اماکن مختلف حتی مدعی شده بود که ما مجوزی برای این کار نداریم و گروه های مردمی در قالب امر به معروف و نهزمان کرد در حال انجام کار هستند این در حالی است که تازه ترین گزارش ها. حتی در رسانه های چاپی حکایتگر آن بوده که اصل لایه هجاب مجددا رد شده آرمان نوشته که رفت و برگشت های لایه هی هجاب بعد از اینکه شورای نگهبان آبان ماه لایه هی معروف به هجاب و افاف رو به مجلس بازگردان الان یه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که مواردی که مورد ایراد واقع شده انشاءالله پس از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس با تغییر واژگان در کمیسیون قضایی برطرف می شود که عملا نشانهای آشکاری از شکست یک پروژه است که بین مجلس و اردوگاه های در واقع اصولگرایان در آمده شد هست حالا بحث اردوگاه های اصولگرایان رو گفتم کماکان فضا انتخاباتی هم شده خیلی جالبه همشون هم یعنی اصولگراترین ها یعنی شخص مثل آقای قالیباف که رئیس پارلمان آقای خامنه ای هستش روزی روزگاری در صندوق عقب خودرو وبلاگ ها رو با اسپری خفه کرده بود که نمونه‌هاشون هست ایشون گفت که مردم رو به سیاه و سفید و خاکستری دستبندی نکنیم در روزنامه آرمان امروز منتشر شده آقای قالیباف که به مناسبت هفته بسیج سخن میگفت گفته که در فرهنگ بسیجی نباید مردم رو به سیاه و سفید و خاکستری یا پایین و بالا طبقه بندی کنیم چون این چیزی در فرهنگ اهل بیت و انقلاب اسلامی نیست و ما باید به مردممون ایمان بیاموزیم حرفای از این دست اتباقا اتفاقا نظام سریحا آقای خامنه ای که مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکرد یک زمانی شهروند خودی و غیر خودی تقسیم میکرد و آقای قالیباف رنگ و بوی انتخابات داره این مدل اظهار نظرها خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه هستش انتقاد خود مسئولین از وضعیت موجوده من دیدم برخی از به این موضوع گلایه کرده بودن در این میان روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی تحت عنوان حداد،, حداد عادل لاریجانی آنجا که سیاست فرهنگ رو میبلعد با ساب تایتل نقطه سر خط با فیلسوفان سیاست پیشه فرهنگ دوست به فعل و انتخابات آقای علی لاریجانی و آقای حداد حد عادل اشاره میکرد که هر دوتاشون در گزارش که من میبینم تحت رسد و انتقاد گروه های تون رو هستن علی لاریجانی که اصلا کلا حذف شده احتمال بازماندنش خیلی کمه حداد عادل هم اخیرا در دعواهای درون جناهی تیف قالیباف و جبه پایداری یه ترکش هم به ایشون بعضا میخوره علی و حالن ایشون در فقر فیلسوفان برجسته کشوره که به عنوان فیلسوف مطرح شدن به عنوان فرهنگ دوست مطرح شدن در نبود توانمندان در اخراج بزرگان کشور هستش که حداد حد عادل به عنوان یک چهره فیلسوف فرهنگ دوست مطرح می شود حالا بحث اخراج توانمندان اشاره کردم اتفاقا دیدم روزنامه از بحث مهاجرت کرده بودن که گوی ادامه مهاجرت روند بسیار بحرانزایی رو برای کشور داره ایجاد میکنه حتی من در طول هفته میدیدم نشریه فاینانشال تایمز گفته بود هیچ امیدی برای آینده نیست مهاجرت اخشار مختلف ایران از پزشک و پرستار گرفته تا نیروهای کاری ساده و ماهر با خارج از کشور گویی یا هر روز ابعاد تازه تری پیدا میکنند داده های آماری هم از افزایش شماره مهاجرت ها خبر داده و هم سرعت فزاینده آن در سالهای اخیر رو آشکار می کند. فاینانشال تایمز هم نوشته بود فشارهای اقتصادی و سیاسی سی در داخل ایران و نگرانی مردم از احتمال وقوع جنگ افزایش ناگهانی شمار مهاجرت ها به خارج از کشور رو در پی است. بر مبنای این گزارش، روزنامه های چاپ تهران نیز با استناد به داده های آماری رصدخانه مهاجرت ایرانیان، ضمن اشاره به افزایش شدید درخواست های ایرانیان برای پناهندگی و ویزاهای دانشجویی و کار در خارج از کشور نوشته بود که ایران در حال گذارندن مرحله مهاجرت گروهی کنترل نشده است یک فاجعه عظیم دیگه کوچ انسانی البته خب جمهوری اسلامی که خودشون خیلی بیمیل نیستن اصلا میگن همه برن کشور مال حزب اللهی است این صراحتا تو رسانه هاشون بیان میکنن نکته قابل توجه دیگر این که بر مبنای گزارش های انتشار یافته سال 2020 شمار مهاجران ایرانی به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود 48 هزار نفر بود اما در سال بعد به 115 هزار نفر رسید که افزایش 141 درصدی شمار مهاجران ایرانی در طول یک سال رو نشان میداد که گزارش گزارش طولانی بوده دیدم روزما چاپ تهران به اون کار کرده بودم من پرداختم. خب خبرها و نظرها رو میخوام با یک خبر نسبتا تلخ چون من نبودم در دو روز زهروند میلاد جان زهروند رو شبانه اعدام کردن حالا من میخوام یک نکته هم بگم مدیریت کنم خیلی تلخ بود برای من یعنی میلاد زهروند رو شبانه اعدام کردن بدون اطلاع به پدر مادر در قبرستان ارامنه ی همدان دفنش کردن پدر و مادر رو بعد از اون بازداشت کردن و بر مزارش هم بتون ریختن اینجاست که برخی از جوانان گلایه دارند که آیا میتوان با یک چنین نظامی اصلا سخن از جامعه مدنی کرد اصلا میتوان واقعا در واقع با مبارزات مدنی به جمهوری اسلامی پرداخت جامعه مدنی و مبارزاتی مثل رقص میدان ما که خود ما هم میگفتیم اساسا برای کشورهایی است که واقعا انقلاب مخملی دارند، در استونی و لیتوانیا کسی کشته نمیشد در سه روز قیام بنزینی 1500 انسان کشته شد یک به 1500 جمهوری اسلامی میلاد زهروند رو اعلام میکنه بدون اطلاع بدون آخرین دیدار در قبرستان ارامنه دفنش میکنه در حالی که بچه به هر صورت از خانواده مسلمان زده بوده بعد از خاکسباری قبر رو بتون میکنن پدر مادر رو بازداشت میکنن اینجاست که واقعا من شخصا بی پاسخ میمانم که از مبارزه مدنی بخوایم صحبت بکنیم یک چون نظام های های انقلابی رو میطلبند. حسب برخی از گزارش ها مراسم خاک میلاد زهروند تحت تدابیر شدید امنیتی و به حضور شمار کمی از اعضای خانوادش برگزار شد افسان زهروند مادر میلاد روز جمعه سوم آبان در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعتی بازداشت شد رسانه هایی هم اطلاع داده بودند که پدر میلاد به نام روح الله زهروند پس از مراسم خاکسپاری بازداشت و به زندان منتقل شد من بارهای اینو گفتم دیگه اصلا وقتی حافظ میگه این تایفه از کشته ستانن قرامت نظامی که جوانان مردم رو اعدام میکرد و پولی گلوله میگرفت اصلا چه میگویم من طب شبانه اعدام کردن و جنازه ربایی و اجازه شیون ندادن یعنی حق گریه هم نمیدن حق مراسم هم نمیدن بتون میکنن و خانواده رو به زندان میکشونن صبر روزی بل عجب کاری پریشان است حقیقتا نسل 57 با شرمسار باشن در تلاشی که داشتن برای استقرار نظام فقه ها من وقتم رو به انتها میره خیلی کوتاه خواستم یک مطلبی رو اشاره کنم که روزنامه جوان نوشته بوده با استناد به انتقادهایی که برخی از گروه های اپوزیسیون این روزها با خانم نرگس محمدی داشتن و جوان نوشته بود نرگس با آنجلینا جولی حرف میزند با بچه هایش نه خب همون گونه که آگاهی یافتید خانم نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گزارش منتشر شده بود که از داخل زندان اوین با خانم هنرپیش معروف امریکایی که خب کار حقوق بشری میکنه گفتگوی داشته خب قبلا تو تبلیغات میگفتن که ایشون دو سال صدای فرزندان خودش رو نشنیده بسیاری از کاربران گفته بودن اینا تناقض داره نمیخونه در زندان اوین جمهوری اسلامی طرف بتونه با من چهره سی, سی با چهره های جهانی حرف بزنه ولی دو سال با بچه های خودش حرف نزنه خود پسرش هم علی یعنی زمان پس از دریافت جایزه سال نوبل جهان هم گفته بود که با مادرمون دو سال حرف نزدیم این انتقاد ها زیاد شده بود تو روزمه جوان خیلی از این گزارش سوء استفاده می کرد که همه شماها دروغ میگید نه در اوین چون این خبرهایی هست و مثلا نه این فشارها هست نه عدم محدودیت تلفن هست این به خیلی ها تاخته بود من فقط میخوام در پاسخ به روزنامه‌نگاران جوان بگم که اصلا فرض رو بر این بگیریم تلفن در اوین آزاد هست برای خانم نرگس محمدی یا برای کسی دیگری و اصلا یه خط اختلاف خانش پیش اومده میلاد زهروند رو شبانه اعدام میکنید و دفن میکنید بدون اینکه پدر مادر دیده باشند و بر مزار بتون می ریزید و پدر مادر رو بازداشت کنید این رو با هفت آب دریا توانید بشونید تلفن پیش و با این مطلب وقت برنامه یه شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدون